دهه 40 خیابون لاله‌زار تهران هر روز پر رونق‌تر می‌شد. کاباره‌ها، کافه‌ها، سینماها و تماشاخونه‌های زیادی تو این خیابون شروع به کار می‌کردن و هر کدومشون برای جذب مشتری با هم رقابت داشتن و سعی می‌کردن نسبت به هم متفاوت باشن. تو همین رقابت بین کاباره‌ها و کلاب‌های شبانه، کاباره مولن روش به میدون اومد. یه کاباره بزرگ با یه شکل و قیافه خاص. حتی اسمش هم با بقیه فرق داشت. مولن روش یه اصطلاح فرانسوی به معنی آسیاب بادی سرخ. به همین خاطر یه آسیاب بادی قرمز هم بالای کلاب نصب شده بود. اما اسم و ایده این کلاب از کجا اومد و چطور به لاله‌زار تهران رسید؟ سلام، من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. لطفا قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید و در ادامه با من همراه باشید. تو قلب تپنده ی تهران قدیم، یعنی لاله‌زار، از سمت خیابون فردوسی که می اومدی روبروی خیابون سوم اسفند که حالا اسمش شده خیابون سرهنگ سخایی، یه کوچه 200 متری بود به اسم کوچه ملی که حالا اونم اسمش شده کوچه بار بود. شهرزاد، متروپول، جهان، نادر، اطلس و فردوسی 6 تا از سینماهای مطرح و شلوغ اون روزا تو همین کوچه بودن. گرند هتل هم نبش همین کوچه بود و همه اینا باعث شده بود که اونجا بشه پاتوق فرهنگی هنری اون روزای تهران. خلاصه کوچه ملی پر رفت و آمد بود و هر روز آرتیستای زیادی اونجا برنامه داشتن و مردم هم اونجا فیلمای جدید رو می دیدن و آهنگای جدید خواننده ها رو گوش می دادن. وارد کوچه که می شدی با لیمونادای خنک دست فروشی که هنوزم همونجاست روبرو می شدی. شاعرها و آهنگسازا و رقاصا هر روز اونجا رو پاتوق می کردن و کوچه ملی حسابی سر زبونا افتاده بود. یه سالن تئاتر هم وسطای کوچه بود و کنارش هم کاباره‌ای بود به اسم شمشاد که خواننده‌های کوچه بازاری اونجا برنامه اجرا می‌کردن. مالک کاباره محمد کریم ارباب بود که علاوه بر تهیه فیلم و سرمایه‌گذاری تو سینماها و کافه‌ها صاحب این کاباره هم بود. محمد کریم ارباب تو سفری که به فرانسه داشت تو یکی از شلوغ‌ترین خیابون‌های پاریس یه ساختمون با یه آسیاب بادی قرمز نظرش رو جلب می‌کنه. این ساختمون یک کلاب شبانه بود به اسم مولن روش. قدمتش به سال 1267 شمسی برمیگشت. ارباب با رفتن به این کلاب و دیدن فضا و برنامه‌های جذاب و رقصنده‌هایی که اونجا می‌رقصیدن و مشتری‌های زیادی که برای تماشای اونها به اونجا می‌اومدن، تصمیم گرفت همون فضای جذاب رو تو لاله‌زار و کاباره شمشاد پیاده کنه. اون با همین ایده به ایران برگشت و اولین کاری که کرد تغییر کاباره شمشاد بود. تزییناتش رو شبیه نسخه مولن روش پاریس کرد و اسم شمشاد رو به مولن روش تغییر داد. بعد از اون نوبت به تغییر برنامه ها رسید. 15 روز قبل از عید 1343 کاباره مولن روش کارش رو شروع کرد و اولین آگهی تبلیغاتیش تو روزنامه ها منتشر شد. یه آگهی که خبر از شروع به کار کاباره از ساعت 8:30 هر شب تا 4 صبح روز بعد میداد. ارباب برای رقابت بیشتر با کاباره های دیگه حتی تو این آگهی تبلیغاتی ادعا کرده بود که قیمت غذا و نوشیدنی مولن روش نسبت به تمام کاباره های ایران 40% ارزون تره. مولن روش کارشو با خواننده هایی مثل شهپر و آفت شروع کرد. اون زمان محفش که خواننده ی کاباره شمشاد بود تصادف کرده بود و از دنیا رفته بود. آفت هم کمکار شده بود. شهبر اما خواننده جدید کوچه بازاری بود که تازه کارشو شروع کرده بود و سبک جدیدتر و صدای رساتری نسبت به محفش و آفت داشت. احتمالاً هم این ترانه رو میخونده و مردم هم کلی لذت میبردن. اون زمان جمیله هم تازه با شوهرش از اصفهان به تهران اومده بود و هر دوشون تو لاله‌زار برنامه اجرا می کردن.
ارباب با دیدن رقص جمیله یاد رقصنده های کابار مولنروژ پاریس افتاد و از جمیله و شوهرش دعوت کرد تا به کابار مولنروژ بیان. از همین مولنروژ بود که ارباب عاشق رقصندش جمیله شد و باهاش ازدواج کرد. ماجرا هم از این قرار بود که همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه جمیله باردار شد و دیگه نتونست برقصه. 3 ماه بعد از به دنیا آمدن دخترش دلیله، جمیله از شوهرش جدا شد و اربابم از جمیله جوان و زیبا حمایت مالی کرد. اون بعد از مدت کوتاهی عاشق جمیله میشه و از همسرش طلاق میگیره و با جمیله ازدواج میکنه. بعد از این ازدواج بود که جمیله شد ستاره رقص ایران و حسابی درخشید. مولنروژ جز کاباره‌هایی بود که پارکینگ و لوژ خانوادگی هم داشت. علاوه بر مردایی که برای خوشگذرونی مجردی به اونجا می اومدن، بعضی هم دوست داشتن با خانواده هاشون بیان تا خانواده هاشون هم خواننده های محبوبشون از نزدیک ببینن. کار کاباره های دیگه که تموم می شد، همه می اومدن کاباره مولنروژ، چون رأس ساعت 12 تازه برنامه جمیله شروع می شد و 1.5 ساعت روی صحنه بود. دختر بچه هایی که با خانواده هاشون می اومدن با ضرب رقص جمیله می رقصیدن و کلی بهشون خوش می گذشت. همه اینا خیلی جذاب و دیدنی بود برای مشتری. کم کم کنار خواننده های کوچه بازاری، هنرمندای مشهوری مثل دلکش، ویگن و الهه هم شروع به اجرای برنامه تو کاباره مولنروژ کردن. آوازخونای خارجی، نوشیدنیای گرون و ارزون، خدمتکارای مؤدب و خوش لباس و میز و صندلیایی که به مدل مولنروژ پاریس چیده شده بود، روز به روز باعث محبوبیت بیشتر مولنروژ میشد. تا جایی که در کنار کاباره شکوفه نو و باکارا تبدیل شد به یکی از معروفترین کاباره های اون زمان. کم کم همه ی خواننده های محبوب و مشهور پاشون به مولنروژ باز شد. از هایده و داریوش و ویگن و گوگوش تا ستار و سوسن و آغاسی و ابی. صدا و رقص این خواننده ها رونق خیابون لاله‌زار بود. لاله‌زاری که خیلی زود تو سکوت و تاریکی فرو رفت. تو همین مولنروژ بود که محمود قربانی مالک کاباره میامی هم با دیدن گوگوش 17 ساله بهش دل باخت و مدتی بعد باهاش ازدواج کرد. اسم مولنروژ حسابی معروف شده بود و سر زبونا افتاده بود تا جایی که این سینما رو ساختن و اسمشو گذاشتن مولنروژ. نمادش هم همین رنگ قرمز و این آسیاب بادی شد. سینمایی که خیلی از فیلمسازای موجنو که آثارشون باعث تحول سینمای ایران شد، اولین فیلمای مهم زندگیشون رو پرده همین سینما دیدن و شیفته اون شدن. البته بعد از انقلاب اسم سینما به سروش تغییر کرد و چند سال پیش هم با برچسبی اون آسیاب بادی رو پوشوندن. همون موقع یه مجله سینمایی هم به اسم مولنروژ راه افتاد که توش درباره فیلمای سینمایی خارجی می نوشتن. اما اونم مثل کاباره مولنروژ خیابون لاله‌زار بعد از انقلاب تعطیل شد. بعد از وقوع انقلاب، کاباره و خوانندگی و رقص حروم اعلام شد. همه ی کاباره ها تعطیل شدن و کاباره مولنروژ هم همینطور. اما تا 1 سال بعد از انقلاب، هنوز کوچه ملی و سینماهاش رونق داشت. جمعیت زیادی تو رستوران ها و سینماها رفت آمد می کردن. اما کم کم، این کوچه نوستالژیک هم که روزی پاتوق جوونا بود، جز گرد و غبار از گذشته چیزی برای تماشا ازش باقی نبود. حالا که مغازه‌های الکترونیکی و پارکینگ‌ها محاصرش کردن، انگار که اصلا همچین جایی هیچ وقت تو تهران وجود نداشت. مرسی که با این داستانم همراه من بودید. لطفاً برای حمایت از من این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرنگ نشدین، با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش عضو کانال ما بشین و از پست‌های بعدی من با خبر.